دکتر سمیرا عزیزی با ما هستند، متخصص دندان. در رابطه با آبله زدن بیره ها میخواییم صحبت های داشته باشیم. اگر شما هم سوالی دارین میتونین که سوالاتتان را مطرح بکنین. 8656 خط ارتباطی که مستقیما شما را با برنامه ما وصل میسازه در بخش حال شما و موضوعاتی که شما میخواین مطرح بکنین. جناب دکتر صبح سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم، صبح بخیر میگم به شما و همه هموطنان عزیز هر کجایی که هستن. زنده باشین. موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم، بیشتر از هموطنان ما از اینا رنج میبرن و شکایتی هم دارن. بین کمی توضیحات بدین خودتان در رابطه با موضوع امروز ما. اوله آبله دهانی یا به گفته عوام اوله دهان یا آفتوس استوماتیتیس یک بیماری دهان است که بیشتر افراد درگیر آن هستند. یک سری زخم های در دهان ایجاد میشه که بسیار دردناک است، به صورت مدور یا گرد و بیضوی شکل که رنگ زرد یا سفید داره. در خانم ها بیشتر دیده میشه تا در آقایان به علت مشکلات هورمونی و 10 تا 14 روز طول میکشه این دوره بیماری در داخل دهان. دلیل خیلی مشخص نداره که مثلا بگین دقیقا به این علت ایجاد میشه، ولی یک سری دلایل میتوان باعث آن بشه. چه دلایل بوده میتونه؟ دلایل عمده که من میتونم نام ببرم، دلایل بسیار زیاد است. استرس که فردی که زیاد استرس داره، فردی که زیاد عصبی است و بعضی از دواها مثل آسپرین، مثل بعضی از بروفن ها، عادت ماهیانه یا حاملگی که تغییرات هورمونی، همین خاطرم گفتم که در خانم ها بیشتر دیده میشه. بعضی از غذاها، غذایی که ترشن، سرکه دارن، میوه های خشک مثل پسته، مثل چارمغز، حساسیت ها، بعضی از افراد حساسیت دارن. بعضی از افراد گونه خور می جوان یا می زبان خور می جوان در عین غذا خوردن که باعث میشن می اولا ایجاد بشه. و افرادی که اچ پایلوری مثبت دارن، در این افراد هم زیاد دیده میشه. کمبود بعضی از مواد که در افراد است، اونام باعث میشه که امی اوله دهان ایجاد بشه یا آبله دهان، مثل کمبود آهن، کمبود فولیک اسید، کمبود ویتامین B12. اینا دلایل دیگه هم هست، ولی دلایل عمده همینا هستن که با سابل دهن میشه. این مشکل در کودکان دیده میشه دکتر صاحب؟ در کودکان هم دیده میشه. در چه سن سالی؟ از همون وقتی که شیرخوار هستن به صورت برفک دهان یک لکه های سفید رنگ در داخل دهان طفل دیده میشه که باعث میشه طفل شیر نخوره و مشکل داره با، چون درد داره. مادرها باید متوجه باشن که وقتی حالت میبینن یا به دکتر مراجعه کنن. اگر به دکتر مراجعه نمیکنن، یک قطره است به اسم قطره نیستاتین، این قطره میتونن از دواخانه تهیه کنن. بعد از اینکه شیر میدن، یک قطره یا 2 قطره داخل دهان بریزن، بعد از اینکه خوب شد دیگه او قطره را استفاده نکنه. پس یکی از عوامل از این که طفل در سن کودکی یا موقع تولد میشه شیر نمیخوره، امی بوده میتونه؟ بله، بعد همیشه مادرها چک کنن داخل دهان طفل که ببینن نشانهایش چه قسم از دکتر سن. به صورت ایتال لکه های سفید رنگ در داخل گونه میبینن، روی زبان. بعض وقتا طفل شیر میخوره، زبانی سفید است. اگر دیدین با یک پارچه سفید و تمیز رو زبانی رو پاک کنین، اگر پاک شد او شیره، لکه های شیره. اگر دیدین پاک نشد و طفل شیر نمیخوره، بفهمین که این یک مشکل همی آبله دهانی یا برفک دهان در دهانش ایجاد شده و به فکر درمانش باید باشه. بله، و از قطره که گفتین میتونن از او قطره کمک بگیرن. قطره نیستاتین. بله، شمایی که بیننده بحث ما 386-56 خط ارتباطی که شما را میتونه با ما وصل بسازه. پیش از این بریم در رابطه با درمان و پیشگیریاش، و یک تعداد کس ها از نوع بیره شکایت میکنن. زمانی که برس میکنن، ناخودآگاه دهنشان خون میشه. پس در رابطه بازی هم میشه دکتر صبح دهانشان در موقع برس زدن که خون میشه چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی که دندان ها وقتی زیاد منگ میگیرن، باعث میشه که یکی از علائمی که دندان ها منگ داره و مشکل داره، باعث میشه موقع برس زدن دندان چی بشه، خون ریزی داشته باشین. یکی ای هست. یکی برس زدن اشتباه است. همین برس زدن اشتباه بازم باعث میشه که آبله دهانی، آبله رو بیره ایجاد بشه، و یا برس زدن اشتباه یا که منگ در دهان وجود داره. بله، بعضی ها در خانه مثلا همین خودشان درمان میکنن، نمک میگیرن، کلی میکنن و یکم چیزهای دیگه میگیرن تا بیرهشان سخت شود. میتونه کمکشان بکنه؟ بله، هم ما گفتیم درمان های دوا میتونیم به صورت دوا استفاده کنیم، هم درمان های خانگی وجود داره.
به صورت دوا که من بیشتر در کلینیک به مریضا خو یک شربت است به نام شربت دیفینیدرامین، شاید شنیده باشین، به مریض میدین میگین کلیک کن یا قرقره کن و پس دوباره از دهان خو به مدت یک دقیقه، درد بسیار کاهش میده. کلا نمی آبله دهانی درمان خاصی نداره، بیشتر ما مایم امو درد و سوزشی که ایجاد شده اور کمتر کنیم. گفتم که یک دوره 10 تا 14 روزه داره. این دوره که تیر شد اگر اجازه بدین سر پوزش میخوایم دوباره برمیگردیم، میریم به طرف نیمروز و هموطن ما روی خط تلفن هستن. سلام، وقتتون بخیر آقای دوست، و سلام دوستی ما رو هم بپذیرید. سلام احترام تا به دکتر صادق. مشکل داشتم چون وقت کم است تیز برای شما بگم، یک 3 ماه پیش دندانای ما چند دندانم خراب بود که وارد دکتر صاحب کشید و بلا فاصله بدون از اینکه وقفه تا قالب گرفت و دندان ساخت و علمه بیجا هم یکان جایش کم یک قسمت دندان کشیده علاشه هم لطف کده، دیگه هم یک دو جای دندان زخم اول جور نشده که دندان ساختگی که منان میخورم بسیار بازا و تکلیف هستم. این همین مشکل است. انتاب دکتر صد 30,000 کرید، دیگه صوبش دندان کشید، دیگه صوبش هم قالب گرفت بدون فاصله و وقفه. گرفتین سوالشو نگرفتین؟ صدای اینا بسیار ضعیف. خب سوالشو صدایشون بسیار پخش بود. فکر میکنم تا جایی که من برداشت کردم گفتن من چند روز پیش رفتم دندانای خود کشیدم، دوباره دندان برام ساختن و قالب کردن. آل قسمت های بیری ملاشیم درد داره و تا علاشیم هم به گفته خودشان که لچ شده. دندان کشیدن کلن ما میگیم یک زخم که رو دست ایجاد میشه چند روز طول میکشه درد داره تا خوب بشه. دندان کشیدن شاید دردی که دارن ما از همه چی باشه، از همه دندان کشیدن باشه، زخمی که ایجاد شده تقریبا 1 ماه 2 ماه طول میکشه تا مو زخم دوباره جا خور پر کنه، لخته خون تشکیل بشه، گوشت تشکیل بشه و درد دارن یک مدت تا دوباره خوب بشه. درد و سوزش قابل نگرانی نیست که قابل نگرانی نیست، خوب میشه به مرور زمان. اگر گذاشتن یعنی دندان مصنوعی گذاشتن و دارن استفاده میکنن، یکی از دلایل که آبله دهان ایجاد میشه همین دندانهای مصنوعی است. بعد حتما به دکتر خود مراجعه کنن و علت رو ببینن که مناسب است یا نامناسب است. زدگی ایجاد میکنه، لبای تیز است، یک جا برآمده است و ببینن مشکل از مو دندانهای ساختگی اینا نباشه. بله، غذای چی میتونن استفاده بکنن پس از اینکه دندان خود دندان برشان ساخته میشه؟ سعی کنن همه دندان های مصنوعی که استفاده میکنن از دهان خود بیرون نکنن یک مدت، فقط شبها تا به عادت کنن. 1 ماه 2 ماه طول میکشه و شاید هم بیشتر. تمام مریض به دندان ها خوب یک جسم جدید وارد دهان شده، یک مدت طول میکشه تا به او عادت کنه. و سعی کنن غذای نرم استفاده کنن، غذای زیاد سخت استفاده نکنن تا عادت کنن. بعد از اینکه عادت کردن میتونن هر نوع غذایی که خواسته باشن. برمیگردیم به صحبتایی که قطع کردیم چند لحظه پیش. گفتم که درمان های خانگی داریم، درمان های دوا داریم. من مریضا خو گفتم که شربت دیفندرامین بدین یا میگن از اسپری لیدوکاین استفاده کنن. در ابتدا درمان اینه که بهداشت دندان رعایت کنن. یک میتونن از تتراسایکلین 250 میلی گرم هم را با دنشوی ایر مخلوط کنن، قرقره کنن، او هم درد کاهش میده. بازم تماس است از میدان وردک، هموطن ما روی خط تلفن است. حسیب سلام، صبحت بخیر حسیب جان. بله سلام علیکم. سلام علیکم، صبحتان بخیر، میشه سوالت مطرح بکنی حسیب؟ حسیب جان سوال ما دکتر صاحب امید، ما از طرف صوبانه میخیزم در این وضو کدن همی دیرای ما از یک خون میشه، خون وقتی که وضو میکنم. دیگه یک گام سال پیش بود پیش دکتر صاحب مراجعه کردم قابل همی یک دندان ما را گفت میکروبی سکشید برای 1-2 ماه خوب بود یک داره، باز از او باز همی مشکل برای ما پیش شده. بله آسیب، تماس را قطع نکنین اگر دکتر صاحب سوالی داشته باشه. سوال دارین از شما؟ بله من نداشتین آسیب جان؟ دندانایتان منگ نداشت؟ نه منگ ندارد دکتر صاحب. برس زدن سیر به شما یاد دادن دکترتان؟ خب فکر میکنم که بله فکر میکنم. خب تشکر آسیب جان، سوالتان نگرفتن دکتر صاحب. فکر میکنم که ناز طریق تلویزیون میشنیدن و خواهش شما ای از زمانی که تماس میگیرین از طریق گوشی موبایلتان بشنوین نه از طریق تلویزیون تا ما بتانیم که سوالتان خوبتر بگیریم.
توصیه شما دکتر سپرنا چیست؟ من همطور که گفتم مثل که منگ نداشتن، گفتم یکی از دلایل خونریزی از بیره میتونه منگ باشه. وقتی منگ ندارن پس شاید امی برسدن از اینا مشکل داره. یک دندان هم گفت که کمی هم میکروبی بود. میکروبی بوده، شاید میکروبی دندان بیره ربط نداره، اون دندان درد بعد دندان مشکلی رو حل بکنن. بیره ها وقتی که خونریزی داره، یا گفتم که دمو منگ در دندان هاست یا اوله تشکیل شده، اگر دیدین که خوب نشد، یک مدت خوب نشد، حتما به دکتر مراجعه کنین. هموطنان عزیز، وقتی یک در دهان خود یک زخم یا یک آبله میبینین، اگر دیدین که بعد از 14 روز خوب نشد، درد ندارین، تکرار میکنم، درد ندارین، سوزش ندارین و بعد از 14 تا یک ماه خوب نشد، حتما به دکتر مراجعه کنین، میتونه نشانه سرطان باشه. بله، یک مادر از کارتی پروان بی بی آجی تماس گرفته بود، سلام تقدیمتان کردن. گفتن من یک نواسگکم از 2 ساله هستن، دهنشان آبله میزنه و دندانکش هم گفتن کشیده. آیا این برمیگرده به از امو مشکل یا نه؟ خیلی از والدین که مراجعه میکنن طفلا اینا که دهن اینا آبله دار، من متوجه میشم که بهداشت دهن دندان از این طفلا اصلا رعایت نمیشه. بله. یعنی فکر میکنن دندان های شیری نیاز به برسدن نداره، نیاز به مواظبت نداره، میاین و میگن دندان بکشید مشکل نداره، دندان شیری. چند روز پیش یک طفلک پرسان کردم، گفت که حال خرد هستن دندان های ما برس نمیکنم، باز کلان شدم برس. یک باور اشتباس، یعنی طفل باید از همو 6 ماهگی از همو بد تولد که شیر میخوره حتما بیرای تمیز بشه. وقت دندان در میای مادر تا 6 سالگی، چون طفل تا 6 سالگی عضلات قدر قوی نمیشه که بتونه خوب مسواک بزنه، برس دندان بزنه، همیشه پدر مادرها کمک کنن به طفل تا 6 سالگی تا 7 سالگی تا خوب یاد بگیره. یعنی یه وظیفه مخصوصا مادر است که به طفل کمک کنه. طفلا خیلی اذیت میشن وقتی مراجعه میکنن، میبینی اوله دهان داره، بسیار دندان های اینا پوسیده به خاطر می بهداشت نامناسب دهن دندان. دکتر سمرا، بین از راه پیشگیری شام صحبت بکنیم، در حدود 50 ثانیه وقت داریم. پیشگیری فقط که غذای داغ، غذای ترش نخورین، بهداشت دندان رعایت کنین، از مواد غذایی که ویتامین B12 دارن مثل ماهی، مثل گوشت، از غذایی که آهن دارن مثل سبزیجات، پالک، عدس، گوشت گاو، تخم مرغ زیاد استفاده کنن و همینا پیش باعث میشه که پیشگیری صورت بگیره. خیلی سپاسگزار هستیم. وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمی